جوانان یار من، عیسی مسیح دلدار من، عشق به دنیا کار من، از آن سویت آیم، از آن سویت آیم. در بامداد زندگی با شادی و فرخندگی، مردان با با سلام خدمت تمام بینندگان شبکه 77 پارس، به برنامه محور پرستش خوش اومدید. عزیزان، من آناهیتا پارسان هستم و طبق اون برنامه قبلی که داشتیم در رابطه با رساله یعقوب ادامه میدیم، البته همراه مهمون برنامه‌مون منصور خواجه‌پور. سلام برادر. سلام خواهر عزیزم، خیلی ممنون از دعوتتون و خوشحال از اینکه مجددا در خدمت بینندگان عزیز هستیم در استودیوی محور پرستش، استودیویی که پرستش عیسی مسیح رو به ما تداعی میکنه و چقدر زیباست که اینجا میایم و به یاد میاریم که خدای ما خدایی است لایق پرستیدن. ما امروز میخوایم که در مورد یعقوب فصل 5 صحبت کنیم. بله. و اینجا بیشتر در مورد پرستش در جفاها صحبت میکنه. آیا میشه در جفا، در تنگی و تلخی پرستش کرد؟ طبیعیه که پرستش خدا، کلام مقدس خدا میگه پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه رو برای جلال خدا انجام بدید. در جای دیگه کلام خدا میگه همیشه دعا کنید. کلام خدا میخواد به ما بیاموزه که ایماندار به خدا در تمام شرایط زندگی او زندگی پرستش واریست. پرستش ما محدود به کلیسا نیست، پرستش ما محدود به مشارکت ها نیست. مؤمن مسیحی در همه شرایط در حال پرستش خدا هست. زمانی که یک برادر عزیز یا خواهر عزیزی سر کار میرن، در واقع با اطاعت خدا در اون کار دارن خدا رو پرستش میکنن، و نه فقط در شرایط نرمال و عادی، شرایط همه چیز مساعد هست، در سختی ها هم ما باید بیاموزیم پرستش کنیم، چون سختی ها و جفا قسمت عمده ای از حقیقت کلیسای عیسی مسیحه. کلیسای مسیح آموخته در طلا تمام این 2000 سال حضور خودش همیشه با جفا دست و پنجه نرم کنه. چرا؟ چون پیغامی که انجیل و عیسی مسیح دارن در تضاد با پیغام دنیاست و لذا جفا طبیعی و بدیهیه. اما کلیسا آموخته که در اوج جفاها، در بحرانها خدا رو پرستش کنه. و امشب این درسی که امشب میخوایم با هم مرور بکنیم خیلی کاربردیه، چون ارتباط تازه و دقیقی داره با وضعیت مؤمنینی که مخاطبین این برنامه هستن. بله، ما دائما میبینیم که مسیحیان یا اونهایی که مسیحی میشن در جفا هستن، حالا فرق نمیکنه در ایران، در عراق، در کشورهای دیگه، به صورت‌های مختلف در جفا هستند. و این یه چیز جدید نیست، بلکه از زمان عیسی مسیح وجود داشته و همینطوری ادامه پیدا می‌کنه. حتی پیش از شرایطی که در ایران اتفاق افتاده، ما در ایران عزیز خودمون جفا داشتیم. پیش از اسلام حتی جفاهای شدیدی در دوره ساسانیان داشتیم. در اروپا مسیحیان جفا شدن و میشن، و جفا ساختارش ربطی به وضعیت سیاسی نداره، بلکه پیغام مسیحیتی که در تضاد با پیغام دنیاست لذا جفا رو ایجاب میکنه. عزیزان، ما یک استراحتی میکنیم و بعد برمیگردیم به برنامه خودمون و ادامه میدیم که آیا پرستش در جفاها انجام شدنیه یا نه. عزیزان، برمیگردیم بعد از این استراحت کوتاه و به بحث و گفتگوی خودمون در مورد جفا ادامه میدیم.
برادر منصور، ما یه مقدار صحبت کردیم در مورد جفا در زمان، در مشکلات و جفاهایی که وجود داره زمانی که ما ایمان میاریم. الان در این رساله یعقوب در فصل 5 خیلی زیاد صحبت کرده و من میخوام که یه مقدار شما در این مورد برای ما صحبت کنید. خب همینطور که عرض کردم خدمت شما و بیننده ها، علت جفا، علت حضور جفا در کلیسا تعلیم مسیحه. چرا؟ چون مسیحی خوانده شده که منفعل نباشه. ما خوانده شدیم در زندگی مسیحی خودمون فعال باشیم و وقتی فعالانه از عیسی مسیح پیروی میکنیم و تفکرات و اندیشه های دنیوی رو رد میکنیم، طبیعیه که دنیا نسبت به ما عکس العمل نشون میده. اما در این شرایط ما خوانده شدیم یک کاری انجام بدیم و اقدام ما برعکس گروه های سیاسی و حرکت های سیاسیه. ما دعوت نداریم که بریم اسلحه برداریم و علیه دنیا بجنگیم، بلکه اقدام بزرگی که دنیای مسیحیت در مقابل جفا انجام میده اینه که دعا میکنه و برای دشمنان خودش دعای خیر میکنه و برکت میطلبه برای لعنت کنندگان خودش. خیلی سخته برای خیلی ها وقتی میگیم که ما برای دولت ایران دعا میکنیم، وقتی میگیم که برای اونهایی که آزاردهنده مسیحی ها هستن دعا میکنیم که خدا چشمای اونها رو باز کنه، بقیه یکم براشون عجیبه. چی میگی تو؟ این چیه میگی؟ در صورتی که مردم زیر زجر و شکنجه. دقیقاً در چنین شرایطی هستش که شرایط محدود به یک زمان به خصوصی نیست. در قرن اول مسیحیت حدوداً دهه هفتم میلادی یعقوب داره این رساله رو به ایماندارای اورشلیم می‌نویسه که اتفاقاً اونها هم تحت جفا بودن. ایمانداران اورشلیم جفای نرون رو تجربه کردند. قبل از اون جفای یهودی‌ها رو تجربه کردند. یعنی از مثل در یکی از درس‌ها هم اشاره شد، مثل کسی که بین دو تا سنگ آسیاب داشتن خورد می‌شدن. از یک طرف رومی‌ها، از یک طرف یهودی‌ها اینها رو داشتن خورد می‌کردن. در چنین شرایطی، در سختی‌ها، یه عده از ایماندارا پراکنده شدند، یه عده‌شون موندن و دارن با جفاها دست و پنجه نرم می‌کنن. در کتاب اعمال رسولان نمونه‌های زیادی هست از مؤمنین و مقدسینی که تحت جفا قرار گرفتن. استیفان شهید، اولین شهید مسیحیت، یکی از این شهداست که توسط یهودی‌ها به شهادت رسید. در این شرایط سخت و بحرانی کاری که ما خوانده شدیم انجام بدیم اینه که منفعل نباشیم. حرکت ما حرکتی کتاب مقدسیه و این حرکت کتاب مقدسی رو یعقوب در فصل پنجم از آیات 7 تا 12 به ما آموزش میده و به ما میگه، یک سری راهکارها به ما میده. ولی میدونید یعقوب خودش هم تحت جفا بود، جفا شده بود. بله. درداشناس، نفسش از جای گرم بیرون نمیاد. پای گود وای نستاده بگه لنگش کن. خودش جفا شده و بعد شهید میشه. و این حرفا رو کسی میزنه که خودش درداشناس. اگه اجازه بدید ما از یعقوب بخونیم. حتما. ای دوستان من، تا روز ظهور خداوند صبر کنید. زاره برای برداشت محصول پرارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر باران‌های پاییزی و بهاری می‌ماند. بذارید از آخر این آیه بریم جلو. بله. منتظر چند تا بارون می‌مونه؟ باران‌های پاییزی و بهاری. آفرین. بارون بهاری ابتدای محصوله، زمانی که کشاورز رفته بذر رو کاشته. اما یه بارون آخری هم لازمه قبل از اینکه محصول برداشت بشه. در ایمان مسیحی هم همینه. بارش روح القدس، بارش فیض خدا. یه باران اولی میاد اما منتظر یه باران آخر باید بمونیم ما. ما باید مثل اون زارعی، مثل اون کشاورزی که بذر رو توی زمین کاشته، کود داده، نگهداری کرده، مراقبت کرده، آبیاری به فیض خدا شده، اما هنوز تموم نیست. منتظر یه باران پاییزی باید بمونیم تا برداشت بکنیم این محصول رو. و اون باران پاییزی زمانی است که روح قدوس خدا به پری میریزه، کلیسا رو برکت میده و تا اون زمان صبوری لازمه. کلیسا صبور باش. کلیسا آموخته که در بهبوهه بحرانها صبور بمونه و منتظر کار خدا بمونه. اما فقط این نیستش. یه خورده که برگردیم عقب‌تر توی همین آیه میگه که تا روز ظهور خداوند. پس این باران پاییزی رو تعریف میکنه، میگه اون بارشی که در روز پنتیکاست اومد باران اول کلیسا تأسیس شد، اما کلیسا باید تکمیل بشه. باران آخری لازمه.
کلیسایی که تأسیس شده باید تکمیل بشه و تا روز ظهور خداوند ما عیسی مسیح کلیسا باید صبور باشه. اما این صبوری راحت نیست. صبوری نیستش که به همین به زبان ساده میاد. در آیه 8 اگه محبت بله، بفرمایید بخونید. بله. شما نیز باید با امید صبر کنید و قوی دل باشید، زیرا آمدن خداوند نزدیک است. پس وعده خیلی مهم برای ما اینه که در امید، در رومیان هم به این داره اشاره میکنه، در امید بمانیم. امید ما، خود امید جاودانی ما کیه؟ عیسی مسیح. خود عیسی مسیح خداونده. و ما این امید رو بیهوده و واهی نمیپنداریم، بلکه ایمان داریم. چرا؟ چون عیسی خداوند زج کشید، عیسی خداوند بر روی صلیب برای ما مرد و قیام کرد و او وعده داد که اگر به چوب تر رحم نکنند، به چوب خشک چه خواهند کرد؟ داره میگه که اگر من رو جفا کردن، مصلوب کردن، برای شما چه خواهد بود؟ منی که میگه که کیست که مرا به گناهی ملزم سازد؟ کسی که هیچ گناهی نکرد برای گناهان بشر مصلوب شد. ماهایی که بشر خطاکاریم چقدر بیشتر. در این حال خداوند ما رو دعوت میکنه در آیه 8 و میگه که صبور باشید و مهیا بشید، آماده بشید برای آن روز بزرگ. آمین. ولی من فکر میکنم که این صبر رو باید خدا بده. این صبریه که خدا باید در قلب ما بکاره و اون بازم برمیگرده به اون که ما چی میخوایم. آیا ازش میخوایم که بهمون صبر بده یا نه؟ من یادم میاد یکی از اعضای کلیسای ما یه آقای افغانی بودن. ایشون ایمان آوردن ولی چیزی طول نکشید که زیر جفاها قرار گرفتن و به صورت خیلی بدی به ایشون آسیب رسید و بعد ایشون را میخواستن برش گردونن و خیلی مشکل داشت. ولی زمانی که در زندان افتاد و یک تماسی که با من داشت از زندان میگفت که آناهیتا، شب اول در زندان عیسی مسیح را ملاقات کردم. اول زار میزدم که نمیخواستم برم و به همه چیز و همه کس متوسل شده بودم که بر من رحم کنید. ولی بعد وقتی عیسی مسیح را در گوشه زندان انفرادی ملاقات کردم، اونجا بود که احساس میکردم اگر در این گوشه زندان عیسی مسیح اینجوری اشکای من را پاک کرد و سر من را در آغوش خودش گرفت، وقتی برگردم به مملکتم او با من خواهد بود و هیچ ترسی ندارم. و خیلی شجاعانه و خیلی زیبا میگفت که حتی اگه الان بفرستم من را برگردم به مملکتم، باز نمی ترسم، چون می دونم مسیح به من قول و وعده داده و او مرا قوی کرده. خیلی از کسانی رو هستن در طول تاریخ که عیسی مسیح رو در سختی ها ملاقات کردن و در ایمانشون قوی شدن. یکی از معروفترین الهیاتدانان معاصر آقای دیتریش بانهافر هستش. بانهافر کسی بود که در سنین جوانی در مقطع دکترای الهیات مدرک گرفت، کشیش بود، استاد دانشگاه بود، همه اینها بود. در امریکا در دانشگاه معروف پرینستون واعظ بود، سخنرانی کرد. ولی وقتی برگشت آلمان و در زندان افتاد، در زندان خواهر آناهیتا، زمانی که تو زندان نازی ها بود، داشت آماده میشد برای اعدام در دوران نازی ها، به نامزد خودش الیزابت زین یه نامه ای نوشت. تو اونجا اشاره کرد که من برای اولین بار عیسی مسیح رو الان ملاقات کردم. و در انجیل متی 5:6-7 میگه من تونستم عیسی مسیح رو ملاقات بکنم. نکته اینه که در خدا، از خدا عامل سختی ها نیست. خدا جفا رو ایجاد نمی کنه، اما از جفا استفاده می کنه تا کلیسا قوی بشه و خدای خودش رو به شایستگی بپرسته. حالا توی این راستا من به عنوان کسی که دوبار خودم زندان رفتم در ایران، می خواهم روی این تأکید کنم خواهر آناهیتا و بگم که در شرایط جفا دو تا اتفاق خیلی کلی میفته. یک، کلیسا رشد میکنه، در این شکی نیست. اما در مقابل یه حقیقتی هم باید در نظر بگیریم که درسته که رشد میکنه اما دردناکه. اون پسری که باباش رو شهید کردند، بله، باباش رو از دست داده. وقتی میگه بابا دلم برات تنگه، بابا ایمو میخوام، به اون نمیتونی بگی نه، پدرت در آسمان، خدا رو شکر، هللویا که پدرت مرد. این بچه 8 سالش بوده، پدرش رو از دست داده. اون خواهری که حامل است و شوهرش رو انداختن زندان و در زمانی که شوهرش توی زندانه سقط جنین کرده، برای این حرف بیهوده و واهی نزنیم. این درد داره.
بله. و این دردها در این دردهاست که ما باید واقعا حضور عیسی مسیح رو لمس کنیم که هم درد دردهای ما میشه. اما میخوام هشداری که به بیننده های خوبمون بدم، کسانی که ممکنه با جفا روبرو باشید یا بشید، میخوام اینو بگم که در شرایط جفا یه اتفاق دیگه ای میفته و این در آیه 9 بهش اشاره شده، خیلی باید مراقب باشیم، و اون اینه که در شرایط جفا خواهر آناهیتا به خاطر مشکلاتی که پیش میاد، حرکت‌های ایزایی، فشارهای سیاسی اجتماعی، بحران‌های مختلف باعث میشه مردم کم صبر بشن و کم کم گلایه و شکایت و قرقر بکنن. آیه 9 بخونید لطفاً. ای دوستان من، پشت سر دیگران از آنها شکایت نکنید، مبادا خود شما محکوم شوید، چون داور عادل آماده داوری است. بله، یکی از چیزهایی که من شخصا دیدم در زمان سختی‌ها، نه فقط جفا، سختی‌هایی که به انسان وارد میشه، سختی کاری طبیعیه، اینقدر خستگی زیاد میشه. راجع به روحان، مسائل روحانی صحبت نمی‌کنم، دارم نرمال زندگی روزمره میگم، که اینقدر این خستگی زیاد میشه که آدم تصمیمات نرمال و طبیعی رو هم درست نمیتونه بگیره، پس زود به قول، حالا به قول بعضیا، نازکش نارنجی میشه و زود بهش به تریش قباش برمیخوره. بعد شروع میکنه از همدیگه گلایه و شکایت کردن، تلفن ها پشت سر هم شروع شدن و غیبت ها و مشکلات و درد ها شروع میشه و میشه یک بحران بزرگتر از خود جفا. امروزه ببخشید، فیسبوک هم دست کمی نداره، چون که از طریق فیسبوک دختر من میگه فوزول بوک. نشنیده بودم فوزول بوک. جالب بود. و در زندگی مردم دخالت‌های بیش از حدی میکنه که این باعث از هم پاشیده شدن و فشارهای سنگین تری میشه که روی مردم میاد. من این چیزی که گفتم در مورد اون عزیز اینه که دعا کنید. شمایی که میدونید عزیزی در جفا هست، در مشکل هست، برای او دعا کنید، و دعاها قدرت داره که اون شخص را با مسیح روبرو کنه. وقتی مسیح با او روبرو میشه، آرامش قلبی و قدرت خدا به او داده میشه. آمین. و در همین راستا عیسی مسیح وقتی ملاقات میکنه به ما میگه نگران نباشید. آره، حرکت های ایزایی، خستگی ها، بحران ها، مشکلات هستن، اما اصل اول از این دوتایی رو که گفتم، اصل اول رو فراموش نکنید، و اینکه جفا کلیسا رو از بین نمیبره، باعث رشد کلیسا و باعث گسترش کلیسا میشه. در این زمینه باید آیه 10 و 11 رو بهش دقت فراوان بکنیم. چی میگه؟ ای دوستان من، صبر و تحمل انبیایی که به نام خداوند سخن میگفتن باید برای شما نمونه باشد. انبیای کتاب مقدسی مثل اشعیا، ارمیا، دانیال و سایر انبیایی که هستن، نمونه های توی زیر کرسی خونهشون ننشستن، درد کشیدن. دانیال درد پناهندگی کشید و بعد با بحران زندگیشو از دست دادن مواجه بود، و در این حال اون واژه‌ای که در جلسه اول به کار بردیم که یعقوب خیلی میگه به یونانی قدیم، اوپومنا، صبور باشید، متحمل باشید، صبر کنید رو مطرح میکنه و میگه انبیا در ضمن دردها و بحرانها و جفاها صبور و بردبار بودند. بله، و در آیه 11 میگه ما اشخاص صبور و پرتحمل را خوشبخت میدانیم. شما درباره صبر و تحمل ایوب شنیده اید و میدانید خداوند سرانجام با او چه کرد، زیرا خداوند بی نهایت رحیم و مهربان است. آمین، آمین، آمین. و من این را شخصا در زندگی خودم تجربه کردم که چطوری وقتی از خدا صبر طلبیدم، در اوج مشکلات چطوری خداوند صبر داده و آرامشش را به ما داد. خدا را شکر میکنم برای این لحظه و میخوام که ما یک استراحت داشته باشیم. عزیزان، یک استراحت کوتاهی میکنیم و باز برمیگردیم و به این قسمت ادامه میدیم. امیدوارم و از خدا میخوام که خداوند به همه ما صبر عطا کنه. عزیزان، برمیگردیم و به برنامه خودمون که گفتگو در مورد جفاها هست ادامه میدیم. برادر منصور، میخوام که در این فرصت کوتاه
یه مقدار دیگه بشنویم از کتاب یعقوب و در مورد جفاها. حتما. خواهر ناهیتا، پس مروری که تا حالا شد اینه که جفاها وجود دارن. بله. مشکلات هست، سختی ها هست، کلیسا آموخته که چطوری در سختی ها بیسته، اما این حرکت های ایزایی که کناری هستند رو میخوایم بگیم، یعقوب میخواد بگه بله. مراقب این چیزای کوچولو باشید. در اشعیا میگه این سوراخ های کوچیک رو مواظب باشید که شغال ها وارد نشن. این چیزای کوچولو میتونه خیلی دردناک باشه. جفا وقتی که به صورت جفای منسجم و بزرگه کلیسا رو به هیچ عنوان از بین نمیبره. زمانی کلیسا دچار بحران میشه که پچ پچ ها، بحران های داخلی، خستگی ها، شکایت ها، قرولند ها، گلایه ها، تهمت زدن ها، تلفن ها یا فضول بوک ها و این چیزها شروع میشه، این موقع است که دچار یک جفای عظیم تر میشه. در این زمان کلام خدا به ما میگه به انبیاء گذشته نگاه کنید. دانیال تنها نبود، شدرک، میشک و ابدنغو رو همراهش داشت و بعد در دعا بود. در این حالی که گفته بودن دعا نکنید، میگفت هر روز پنجره خودش رو به روی خونه خدا باز میکرد و در اونجا دعا میکرد. پس ما باید مراقب باشیم که از اصولمون نیفتیم، از اصل نیفتیم، نگه داریم روی این بچسبیم و به جلو بریم. اما در این راستا چیزی که زیباست اینه که حضور خداوند رو حس کنیم. وقتی که اون سه نفر رو در تنور آتش انداختن، وقتی که نگاه میکنن میبینن نفر چهارمی هست که صورت او مثل صورت پسر انسانه، عیسی مسیح در بین ما، در بحبوحه مشکلات ما با ماست، مشروط بر این که ما خودمون رو ملوث و آلوده نکنیم به چیزهایی که از خدا نیست. نمونه ای که خدا میده به ما از ایوب استفاده میکنه در این آیه. در آیه 11 داره راجع به شخصی صحبت میکنه که نه فقط جفای بیرونی و خارجی داشت، جفای درونی هم داشت. خونه، اموال، فرزندانش همه از بین رفتن. در این حال دوستاش هم اومدن با خانمش که پیشش نشستن، از داخلم دارن حرکت های ایزایی. خانمش دیگه تفلک حق داره، خسته است، میبینه این شوهر بیچاره افتاده، یک ریز داره با سفال کلام خدا میگه، خودشو میتراشه از درد. در این زمان میگه خدا رو این کار کن و بمیر دیگه بابا، بسته. از درون به عوض این که خانم ایوب کمکش بکنه بیشتر داره زخم میزنه. آره باری که نمک میپاشه رو زخماش. دوستاش همینطور به عوض این که بگن آقا درد چیه، شونه ای باشن برای درداش، شروع کردن هر کدومشون از موعظه کردن و از حیوان دریایی گفتن و نمیدونم یه حیولای دریایی صحبت کردن. این غیر عادی نیست. در بین ما وقتی که شروع میکنیم میگیم که آقا مثلا من قلبم درد میکنه، کسی گوش نمیده که من بفهمه من قلبم چطوری درد میکنه. اول شروع میکنم میگم راستی منم پارسال قلبم اینجا و اینجا و اینجاش درد گرفته بود و اصلا چیزی که نشنیدن از قلب درد منه. و این موضوع رو ما باید رعایت کنیم که وقتی که با ما صحبت میشه ما اجازه بدیم شنونده باشیم تا گوینده. ما در اول کتاب یعقوب شنیدیم که خدا به ما میگه که گوش بدید، شنونده خوب باشید، در شنیدن تون بله. و در گفتن آهسته باشید. دقیقاً همینطوره و ما باید که بیشتر بشنویم، کمتر صحبت کنیم. مسیحی بالغ مسیحیه که کمتر صحبت میکنه، بیشتر گوش میده. کاملا با شما موافقم و وسوسه شدم که اصلا سکوت کنم بگم بیننده های ما با ما صحبت کنن، ولی یه کاش میشد تلویزیون ها دو طرفه باشه. شاید امروز فرصتیه که من و شما صحبت کنیم و دیگران گوش بدن. ولی بعد از این برنامه شاید فرصتی باشه که ما به تلفن های اونا گوش بدیم و اونها حرف بزنن و ما گوش بدیم. چه حکمت خوبی هست در این. خواهر ناهیتا، من میخوام از شما خواهش بکنم که بریم آیه 12 از فصل پنجم رو هم بخونیم، چون حرکتی که انجام شده از این آیه 7 راجع به جفا شروع میکنه صحبت کردن، در آیه 12 تموم میشه. بعد از اینکه از صبوری ایوب صحبت میکنه، یه آیه 12 هست که اصلا موضوع رو کاملا میبره وارد یه سطح کاملا بالاتر میکنه. میشه این آیه رو هم بخونید لطفا؟ احساس میشه که پریده. نه به نظر، ببینیم چی میگه. ای دوستان من، از همه مهمتر این است سوگند نخورید، نه به آسمان، نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر، بلکه بلی شما واقعا بلی باشد و نه شما نه
مبادا محکوم شوید. میدونید راجع به چی داره صحبت میکنه؟ من فکر میکنم که در این چیزهایی که اتفاق میفته وقتی جفاها میاد هیچ کس حقیقت رو نمیدونه. شخص رو گرفتن میخوان اعدامش کنن ولی نمیگن که این رو ما به خاطر مسیحی بودنش میخواییم اعدام کنیم، بلکه ممکنه بگن ایشون مثلا مواد مخدر فروخته و دوستان و آشنایان، همسایگان و مردم قضاوت میکنن، میگن این در مورد دنیای خارجه، موافقم با شما. بله. اما در مورد خود کلیسا داره میگه این دوستان من، اولین واژه‌ای که به کار میبره آیه 12 و در عبری یونانی میگه، میگه این برادران من، داره با ایمانداران صحبت میکنه، میگه که سخن شما صادقانه راست باشه، سوگند نخورید، بلیتون بلی نه نه. میدونید چرا؟ چون میخواد سومین بعد جفا رو اشاره بکنه. میگه یک جفا ممکنه از بیرون باشه، جفای بیرونی، دوم جفا ممکنه از درون کلیسا باشه، شکایت، غرغر، گلایه کردن، و سومین بحران میگه خود شما به خودتون ممکنه جفا کنید، جفای روحانی بکنید، و به جای این که بر اصول اولیه کلام خدا مثل خروج فصل 20 آیه 7 که نام یهوه خدای خود را به باطل مبر، ممکنه اینها رو رد کنید، شروع کنید اجازه بدید فرهنگ جامعه بیرون بر فرهنگ کتاب مقدسی مسلط بشه، تفکر شما رو عوض کنه. به جای این که صادقانه، صمیمانه و با سادگی سخن بگید، شروع کنید قسم خوردن، نه به خدا اینطور نیست، به فلانی قسم، به جون شما، خدا رو شاهد میگیرم. و این حرفا اصلا شایسته مسیحی نیست. مسیحی باید در جفاهای روحانی هم ایستادگی کنه، و چطوری ایستادگی کنه؟ در سادگی ایمان. سخن شما بلی بلی باشه، اگه نه جواب نباشه. و اینجا میخوام یه مثال کوتاه بزنم. یه عزیزی رو در چناران گرفتند و این برادر عزیز در طول زندانی بودنش چیزی که یاد گفتش فقط این بود که من مسیحیم. هر سوالی پرسیدن گفت من مسیحیم، و همین جواب ساده باعث آزادی این برادر شد. و ما اینو میدونیم که این در مسیحیت بله ما بله باید باشه، نه ما نه باشه، و قسم، نفرین، لعنت، تهمت، هیچ کدوم از اینها نباید وجود داشته باشه. مرسی برادر منصور. مرسی از شما. عزیزان، وقت برنامه ما به پایان رسیده، ولیکن ما باز هفته دیگه مهمون خونه های شما هستیم و برمیگردیم و برنامه خودمون را ادامه میدیم. آرامش خداوند بر شما باشه و در صلح و سلامتی زندگی کنید. خدا نگهدارتون.